سلام و وقت بخیر به مجموعه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از شمشاد نیوز خوش آمدید. امروز یک شنبه هفتم حدود سال 1400 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 26 فوریه سال 2023 میلادی. در نخست سرخط مهمترین ها، کنده شدن افغانستان منحیث یک کشور مواجه با بحران بشری به سطح جهان. اوچا می گوید که ماهانه بیش از 26 میلیون افغان نیاز به کمک های عاجل بشری دارند. خواسته ها مبنی بر رهایی فعالین مدنی از سوی امارت اسلامی. کارشناسان می گویند آزادی بیان حق همه، از سوی امارت اسلامی حق سلبان را ندارد. و برپایی اعتراضات مبنی بر کمک نظامی با اوکراین از سوی هزاران تن در جرمنی و فرانسه. و هم مشروع اخبار، من نیلوفر سروری هستم. افغانستان یک کشور مواجه با بحران بشری بزرگ به سطح جهان می باشد. اوچا یا دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل به تازگی گفته است که 40% قوای کاری مؤسسات خارجی را زنان تشکیل می دهند و 80% کمک های بشری توسط زنان تطبیق و رسانیده می شوند. اوچا افغانستان را یک کشور مواجه با بحران بشری دانسته و افزوده است که ماهانه بیش از 26 میلیون افغان نیاز به کمک های عاجل بشری دارند. در حدود دو ماه قبل به تاریخ 24 ماه دسامبر سال 2022 وزارت اقتصاد افغانستان طی یک مکتوب ممنوعیت کاری زنان را در موسسات غیر دولتی خارجی اعلان کرد. این تصمیم با واکنش های شدید جهانیان روبرو گردید و همه با یک صدا از حکومت سرپرست خواستند که این تصمیم را پس بگیرند. اما با گذشت دو ماه هنوز هم این تصمیم پا بر جا است. در ابتدای اداره‌های خارجی گفته بودند که بدون زنان نمی‌توانند با کارهایشان دوام دهند و شماری از موسسات فعالیت‌های خود را نیز متوقف ساختند. اما اکنون با تازگی اداره اوچا یا هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل گفته است که زنان 40% قوای کاری موسسات آنان را تشکیل می‌دهند و 80% کمک‌های بشری با وسیله زنان رسانیده و تطبیق می‌گردد. اوچا افغانستان را یک کشور مواجه با بحران بشری دانسته و گفته است که ماهانه بیش از 26 میلیون تن نیاز به کمک‌های عاجل بشری دارند، اما ممنوعیت کاری زنان این روند را با چالش مواجه ساخته است. زنان افغان 35-40% قوای کاری را در این جهات تشکیل می دهند و 80% در تطبیق و رسانیدن کمک های بشری نقش حائز اهمیت دارند. اینکه افغانستان در سراسر جهان یک کشور مواجه با بحران بشری است و ماهانه 26.1 میلیون افغان کمک های بشری دریافت می کنند، پس زنان در رسانیدن این کمک ها نقش مهم، ارزنده و جدا ناپذیر را ایفا می کنند. نماینده سازمان‌های جهانی و مقامات برخی از کشورها در ارتباط با ممنوعیت کاری زنان با بزرگان امارت اسلامی نشست‌های داشتند، اما با وجود سپردن تعهدات در این زمینه هنوز هم این تصامیم واپس گرفته نشدند. اوچا افزوده که هنوز هم نشست‌ها ادامه دارد و تلاش می‌گردد تا به زنان اجازه کار کردن داده شود. این دفتر اضافه می‌کند که متحد با کار زنان است و از این حق دفاع خواهد کرد. برای اختمام محدودیت ها نوز هم با مقامات طالب در تمامی سطوح مذاکرات دوام دارد و تلاش می‌گردد تا آنان روی تصمیمشان از سر غور نمایند. اداره های کمک کننده بر تعهدات و مسئولیت های خیش استادند و تلاش می نمایند تا در این جوها از حق کار زنان افغان دفاع و محافظت نمایند. بارها به جهانیان تعهد صورت گرفته که با دختران و زنان علاوه از حق کار و تعلیم تمامی حقوق اساسی آنان تامین خواهد شد، اما تا اکنون این تعهدات جامع عمل به خود نگرفته و نه هم امارت اسلامی در ظرف 1.5 سال توانسته تا درب مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بازگشایی نمایند. سازمان ملل یک بار دیگر خواستار رهایی فعالین مدنی از سوی امارت اسلامی گردید. این فعالین مدنی نزدیک به 2 ماه می شود که از سوی نیروهای امارت اسلامی بازداشت شدند. کارشناسان می گویند آزادی بیان حق همه اتباعی جامعه است و امارت اسلامی حق سلب آن را ندارد.
سازمان ملل خواستار رهایی بدون وقفه 6 تن از فعالین مدنی گردیده است که چند قبل توسط نیروهای امارت اسلامی بازداشت شدند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در صفحه تویتر خود از بازداشت خودسرانه فعالین مدنی ابراز نگرانی نموده و خواهان آزادی هرچه عاجل‌تر آنان از سوی امارت اسلامی گردیده است. من درخواست خود را برای آزادی بیوقفه و بدون قید و شرط آنها تکرار می کنم و از صحت و رفاه آنان اطمینان می خواهم. همزمان با این، شماری از فعالین مدنی از حکومت حاکم می خواهند تا از زندانی ساختن فعالین مدنی دست بردارند و آن ایده را که در بند با آنان به سر می برند را آزاد نمایند. بازداشت، شکنجه و حتی قتل معترضین، خبرنگاران و فعالین مدنی در افغانستان از بدترین و خشنترین نوع سرکوب آزادی بیان است که باید هر چه زودتر توقف داده شود. جمع حاکم در افغانستان باید بپذیره که نسل امروز افغانستان نسل 25 سال قبل نیست. هر چه زودتر باید معترضین از زندانهایشان رها بسازند و طبق یک پالیسی مدون پذیرفته شده توسط مردم افغانستان باید حق اعتراض و بیان مردم افغانستان به رسمیت شناخته شود. کارشناسان میگویند که آزادی بیان حق تمام افراد جامعه است و اگر امارت اسلامی حق آزادی را سلب نماید، از سوی جامعه جهانی بیشتر در انزوا قرار خواهد گرفت. مسائل از این که تخطی صورت نگیره، اینکه قانون باید تصریح شده باشه، مطابق قضا باید طرز عمل پیش برد و از طرف دیگر به سلب کردن آزادی بیان، جامعه جهانی هم افغانستان بیشتر در انزوا قرار میده، چون اهمیت بسزا داره و نقص قوانین بین‌المللی باعث خشونت جامعه بین‌المللی و ملل متحد و تصامیم از وقت تا ارائه تعذیرات بیشتر برای دولت افغانستان میشن که ضررش بیشتر به ملت افغانستان خواهد رسید. آزادی بیان که از جمله اساسات مهم حقوق بشری شمرده میشه و افغانستان اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد را قبول کرده، امضا کرده، بنان هر حکومتی که در افغانستان بیایه، هر حاکمیتی که بیایه، باید این حقوق بشر اساسات و قوانینش باید مراعات بکنه. این بار نخست نیست که بازداشت فعالین مدنی واکنش های تند داخلی و خارجی را به همراه می شود. قبل از این نیز مردم در رسانه های اجتماعی خواستار رهایی استاد اسماعیل مرشل گردیده بودند. این در حالی است که سخنگوی وزارت داخله در رابطه با آمار دقیق و جای بود و باش فعالین مدنی میگوید هیچ فعال مدنی از سوی نیروهای پلیس و وزارت داخله دستگیر نگردیده و نه هم در زندان با آنان به سر میبرند. امورات سفارتخانه ها در تهران و انقره به نمایندگان امارت اسلامی سپرده می شوند. بانک وزارت امور خارجه و سخنگویان امارت اسلامی در رابطه به سپردن این مسئولیت در انقره ابراز نظر نکردند، اما کارشناسان این اقدام را امید بخش می خوانند. تحلیل این است که سپردن مسئولیت سفارتخانه ها به نمایندگان امارت اسلامی در ترکیه و سایر کشورها به معنای به رسمیت شناختن اعلان ناشده است و این امر جهان را به خاطر تعامل با کابل تشویق خواهد کرد. شش ماه قبل امارت اسلامی گل محمد زدران را در ترکیه به حیث سفیر افغانستان معرفی نموده بود، اما مسئولیت سفارت در آن کشور برایش سپرده نشده بود. معلومات تازه نشان می‌دهد که مسئولیت امور سفارت در انقره به سفیر افغانستان سپرده شده است، آنچرا که امارت اسلامی تا هنوز در رابطه با آن ابراز نظر نکرده و نه هم معلومات را شریک ساخته است. تحلیل این است که در ترکیه و سایر کشورها مسئولیت سفارت را به نماینده امارت سپردن به معنای رسمیت شناختن نااعلان شده است و این امر جهان را به خاطر تعامل با کابل تشویق خواهد کرد. لومنای دست امارت اسلامی دیپلماتان هر حواد منی در معنای دیده سه نااعلان سوی حالت که امارت پر اسمت پیزنی. بل دست گاوان و دسیم به آغا رزمن حوادون از پاکرستان سیاست که آغیزی داری، نو په دې کې د استازولۍ پرانستل او ډیپلوماتان د امارت اسلامي منل دا یو نیک اقدام ده، ځکه نړۍ هم د تصور کېږي چې کراکرا ډیپلوماتان د امارت اسلامي ومني په همدا ډول مندي. ایران هم هفته یا گذشته خبر داده که امور سفارت افغانستان را در تهران به امارت اسلامی سپرده که پذیرش سفیر در مسئله حقوقی سفارت روی موقف ایران هیچ نوع تأثیری نخواهد گذاشت. تحلیلگران میگویند
که با کشورهایی که در زمینه ترانزیت و مهاجرت سهم ارزنده دارند، نمایندگی فعال سفارت مهم تلقی می شود و می تواند که در بخشهای یاد شده مشکلات را مرفوع نماید. خصوصا د افغانستان لپاره په وسنی شرایطو کې کله یو غوانډي سره د منګه د ډیپلوماټانو او وسیدل الته حقوقي او یا قانوني کېږي، نو دا د افغانستان لپاره یو خزي ریده، خصوصا له هغه غوانډو سره او یا د سیمې له هغه هوادو سره چې لغوي سره منګه سوداګری اړیکې او اقتصادي اړیکې لرو او یا له هغه سره د کډوالۍ ستونزې لرو، خصوصا لکه ایران، ترکیه، پاکستان اړیکی هم جوړ کړي پدې چې هم په ترکیه کې ډېر افغانان اوسیږي، خصوصا په ایران کې په ملیونو افغانان اوسیږي، هلته ډېر مشکلات لري او دغه مشکلات د حل لپاره داسې دا نتیجې ته رسیدلې چې دا کار وکړي. نو که چیرې د نورو هیوادو سره هم دا اړیکې وسی، خو دا خدای منتها اکثر هیوادونه په شمول د ترکیه او ایران او پاکستان، روسیه، چین دا وی د نننۍ حاکمیت پر رسمیت نه پیژندل سوی. برخی ها میگوید که جهان در برقراری روابط حسنه با امارت اسلامی تعامل نشان داده، اما در واکنش به برخی از تصامیم امارت اسلامی کشورهای غرب در موقف خود تغییر آورده و تاکنون با طالبان روابط سیاسی را برقرار نساختند. آقای شنه چراونه ورکوی فرصتونه برابریگی، خو په خواشنۍ سره چې طالبانو کې دا وړتیا نشته چې د دې فرصتونو نه ښه استفاده وکړي. دا ځکه چې نه یوازې د دندو په ویش کې ستونزې دي، بلکې د کورنیو او بهرنیو چارو په ترسره کولو کې هم ستونزه ده. اگر از یک سو همسایه ها و شمار از کشورهای منطقه نمایندگی سیاسی افغانستان را میپذیرد و سفارتها را به نمایندگان امارت اسلامی میسپارند، اما برخی از کشورهای دیگر نه تنها اینکه سفارتها را به نمایندگان امارت اسلامی تحویل ندادند، بلکه از 1.5 سال بدین سو سفارتخانه های خود را در کابل بازگشایی نکردند. این در حال است که به تاریخ 2 ماه فبروری کشور عربستان سعودی سفارت خود را در کابل مسدود کرد. امارت اسلامی خروج دیپلمات های عربستان سعودی را از کابل مسئله تکنیکی یاد کرد، اما با گذشت 1 ماه هنوز هم ریاض سفارت خود را در کابل باز ننموده. افغانستان و ایران قرارداد بخش تیل و گاز را برای 2 ماه دیگر تمدید کردند. وزارت صنعت و تجارت ابراز امیدواری نموده که قرارداد یاد شده بیشتر از این تمدید گردد. از سوی دیگر اداره ملی استاندارد میگوید تمامی شرکا و تاجران بر اساس قرارداد مسئولیت دارند تا با در نظر داشت معیارها و استاندارد این اداره مواد را وارد نمایند. مسئولین وزارت صنعت و تجارت میگویند افغانستان یک کشور مصرفی نفت است و مواد بیشتر را از کشور ایران وارد میکند. با گفته سخنگوی این اداره، در بخش تجارت با ایران خواهان روابط نیکند و به همین منظور قراردادهای از قبل انجام شده در بخش تیل و گاز را تمدید نمودند. همچنان در گفتگویی که چند قبل رهبری وزارت صنعت و تجارت با نماینده جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان جناب حسن کاظمی قومی داشتند، در مورد واردات مواد سوختی صحبت کردند. طرف جمهوری اسلامی وعده دادند که تجار افغان می توانند گاز مایع و مواد سوختی مورد نیاز کشور را از ایران وارد کنند. همچنان باید یادآور شویم که بیشتر تیل دیزل، تیل پترول، گاز مایع و دیگر اقلام مورد نیاز کشور را از کشورهای همسایه و ایران وارد افغانستان. در این حال اداره ملی استاندارد میگوید هر کشور و شرکتی که قرارداد میکند باید با معیارها و استاندارد این اداره برابر باشند و از واردات مواد بیکیفیت جدا خودداری نماید. حکومت قراردادونه چې د شرکت دولتي نفت گاز یا نور ادارو په خانه کېږي د نفتی توکو برخه کې له بخانه د استاندارد ملي ادارې استانداردونه دوی سره شریک شوي دي او په راتلونکي کې او اوس مهال دوی دغه استانداردونه په نظر کې نیسي او د دې استانداردونو له مخې دوی نورو ملکونو سره قراردادونه کوي او هېواد ته باکیفیته توکي راوړي. اینک افغانستان با انزوای سیاسی و اقتصادی از سوی جهانیان روبرو است. کارشناسان اقتصادی تمدید قراردادهای نفت و گاز را با کشورهای همسایه سودمند خوانده و تاکید می‌ورزند که حکومت سرپرست روابط تجاری و اقتصادی خود را با ایران و کشورهای آسیای میانه گسترش دهد. در صورتی که چنین وعده‌ها درست باشه و در صورتی که کنسرسیوم بتونه با زمین بشینه و در حقیقت ایرانی‌ها هم در حقیقت بتونه او وعده‌هایی که حالا میتونه از طریق
به خصوص قراردادهای گاز و نفت فکر میکنم که تا اندازه زیاد مشکل تا اندازه حل میشه. ولی یک چیز وجود داره که همیشه نگرانی های از طرف ایرانی ها وجود داره. ایرانی ها همیشه وعده ها را انجام میتن و در یا در اول یا در نیمه ها این وعده ها را فراموش میکنن. دبل خواهد قرارداد تفاهم نامه او متن دیر مهمه ده. حتی دیوش چه دست تفاهم نامه و قرارداد را منسته شی چه دی افغانستان پا نفوی او دست ماده که ذکر شی چه دا وجود محالوی او نرخونه کنترول کردی او به کیفیت جنس دی افغانستان بازار تا وارد نشی. این در حالی است که اداره ملی استاندارد در یک ماه گذشته به صدها تانکر مواد بیکیفیت را از بندرهای مختلف کشور که از ایران وارد می‌گردد دوباره مسترد کرده است. این اداره از تاجران می‌خواهد که تیل با کیفیت را به کشور وارد نمایند. اداره ملی خوراک و ادویه در سال روان صدها مراکز صحی و دواخانه ها نظارت کرده است. این اداره از بیش از 1000 دواخانه نظارت کرده که در حدود 400 آن به دلیل نداشتن جوازنامه ها مسدود گردیدند. در این حال مسئولین اتحادیه ادویه میگویند که واردات دواهای بی‌کیفیت به کشور متوقف شده، اما برخی از علاقات وجود دارند که به طور قاچاقی ادویه‌جات بی‌کیفیت را به کشور وارد میکنند. اداره ملی خوراک و ادویه در سال روان به صدها دواخانه را به دلیل نداشتن جوازنامه کاری مسدود کرده است. مسئولین این اداره میگویند که در این مدت در صدها مراکز صحی نظارت کرده و در آینده هم به هدف ارزای خدمات بهتری صحی پروسه نظارت و بررسی را جاری نگه می‌دارند. مسئولین اداره ملی خوراک و ادویه می‌افزایند که در سال روان از 10038 دواخانه دیدن نموده که از این جمله 398 آن به دلیل نداشتن جوازنامه کاری مسدود و 929 قلم ادویه آن نیز ضبط گردید. در همین حال در حدود 640 قلم ادویه تاریخ تیر را از این مراکز جمع‌آوری و به همین ترتیب 10 قلم دیگر را به هدف تثبیت کیفیت به لابراتوارها انتقال دادند. در دو روز اول سال 1444 در حدود 1038 دواخانه را ما تانستیم در داخل شهر کابل نظارت بکنیم که از این جمله 398 دواخانه به خاطر نداشتن جواز فعالیت از طرف تیم‌های نظارت و بازرسی اداره ملی دواخانه افغانستان مسدود شدند. در جریان نظارت در دو روز گذشته به تعداد 929 قلم ادویه را ما تانستیم ضبط بکنیم که شامل 272 قلم ادویه غیر قانونی هستند که داخل کشور شده بود و اصلا نیاز هموطنان ما نبودند. مسئولین اتحادیه ادویه اضافه میکنند که در حال حاضر شرکای خصوصی و دولتی ادویه‌جات با کیفیت را به داخل کشور وارد میکنند، اما موجودیت دواهای بی کیفیت و تاریخی را در کشور هم رد نمیکنند. رئیس این اتحادیه میگوید که در حال حاضر نیز شماری از افراد به طور قاچاقی ادویه‌جات بی کیفیت را به کشور وارد می نمایند. بلکل پدی که شک نست نسی در افغانستان مارکیت که قاچاق درمل موجود دی، خصوصا هغه همسایه ملکونه چې هغوی درمل تولیدوي د هغوی لپاره در ډېر یو غټ مارکیټ ده. بیا هغه خلک چې دلته په افغانستان کې هغوی په مثلا ثبت و راجستر نه دي، د هغوی هویت نه ده معلوم، او نن درمل راوړي خرڅوي په مارکیټ کې، بله ورځ بیا د هغوی شتون یا موجودیت نشته، د هغو خلکو باندې هغوی دا درمل خرڅوي، او یا هم اکثره وخت همسایه ملکونو کې داسې یو ساحې وي چې هغلته په خپل ملک کې هغوی په قانوني توګه فعالیت نه کوي، ولې د خپل شخصی ګټې لپاره د انسانانو د حیات سره لوبي کوي او دوی دا درمل استوي نور. در همین حال سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید که در سال روان از صدها مراکز صحی و دواخانه ها نظارت گردیده و این پروسه را جاری نگه خواهند داشت. وزارت لوري په دتیر یو کال کې زموږ د قوانینو بررسی د ریاست او د سکتور خصوصي ریاست لوري تقریبا درې نیم زره څخه پورته روغتي مراکز څخه نظارت ترسره شوی. د دې تر څنګه تقریبا 400 هغه د غاښونو کلینیکونه چې یا جواز نه درلوده یا هم په قانوني اصولو برابر نه ول تړل شوی دي او توصیه ورته شوی دي. موږ په هغه ټولو درملتونونو باندې هم نظارت ترسره کوو چې هلته زموږ په کابل کې موجود دي یا هم په ولایاتو کې موجود دي. وخت په وخت باندې توصیه ورته کیږي، اختري ورکول کیږي، او که چیرته بیا په اصولو باندې هغوی مخکې ولاړ نسي روغتي مرکزونه او درملتونونه تړل. قابل یادآوری است که اداره ملی خوراک و ادویه در چند ماه گذشته از صدها مراکز صحی و دواخانه ها نظارت کرده و به صدها ادویه بی کیفیت و تاریخ تیر را از مراکز صحی مختلف جمع‌آوری و از بین برده است. ریاست زراعت کندهار در نظر دارد تا در ماه آینده 20,000 نهال را غرس نماید. آنان همچنین می‌افزایند که برای
حفاظت از نهال ها تدابیر را اتخاذ نمودند. متخصصین زراعت در این مورد میگویند که در جریان غرس نهال های تازه باید محیط زیست در نظر گرفته شود تا نهال های غرس شده نتیجه مثبت دهند. کمپاین غرس نهال از سوی ریاست زراعت ولایت کندهار. مسئولین این اداره میگویند که پلان دارند در چند روز آینده در شهر و ولسوالی ها 20,000 نهال را غرس نمایند. مسئولین میافزایند که برای حفاظت از نهال های تازه غرس شده تدابیر لازم را اتخاذ کردند و در سال گذشته تنها 5% از نهال ها را از دست داده بودند. خواهند هر که مرد انشاءالله و رحمان اول مدروزنی دغه په پام کې نیول دی بیا مدیر شول دغه نیول دی انشاءالله و رحمان موږ په روش کاله میشه انشاءالله و رحمان په 100% کې 50% انشاءالله نه جوچسی او نه سش کال انشاءالله و رحمان داسې په پیر دغه نو موږ خپل واسه انشاءالله کو دغه تر کم ته برابر کړ. مردم در این مورد میگویند که در بخش حفاظت از محیط زیست تلاش های جدی صورت گیرد. آنان از اداره های زیر رب میخواهند تا نهال های تازه غرس شده حفاظت درست صورت گیرد. طول خدمت اغوستان را شروع هر سری در موارد در هر نلگی دی با ساتنه وکی لکه خپل ماشین ساتنه چکی لنرم دی ماشین په شکل دی لنه چ موسس روزو چ کوم سمردار زرق چ موسس طور په پوسایو خیر دی خیرات یو میوه خو چغه که خوري مثال خو بجو موسس طول انسانان در موارد بعد موسس سر روزنه وو خپل بس خدمت اغوستان را شد دان الان سم حفاظت وکي شپ سی تو ګر مسلمان باید او بو کې ماته نه کې کې او به خو دغه ډاکو غوچا باید دغه خالی کې باید هر مسلمان دغه وظیفه ده چې باید غذاتی وکړي. در امین حال آگاهان زراعت میگویند که در هنگام غرس نهال باید خاک نهال، هوا و محیط زیستان بررسی گردد تا نتیجه مطلوبی دهد. اول هرم زکه که چوک باغ جوړوي دوی باید په شخصي دولتي لابراتوار کې د غمزکه خاوره معاینه کا چې د دو پی ایچ د کومې میوې لپاره مناسب دی. اول د مهمه ده په دوهمه مرحله کې کوم ځای جوړوي د میوې لپاره مثلا شپته سانتي به جوړوي شپته سانتي به بروي د غذا دی ونه دی ریکو لپاره دا په 25 سانتي خاوره وي خاطر چې 25 ډیر سانتي به بل خواته چوي بیرته په موږ طریقه باندې خکوي. نو اول باید کوشش وکړي چې دا سنیال کې خو دې چاغه تقریبا 1 متر کډ ولې دی ډیر نه راوي دبل ونه چې دی د ټوله وچيږي بل چې ونه کله و باسي د غریخه چې کله وېست او تقریبا 2 ساعت. در این حال قرار است که مانند سالهای گذشته تا یک کمپاین از سوی شاروالی این ولایت یک کمپاین دیگر نیز آغاز گردد. سرویس خبری ما در اینجا به پایان می‌رسد. سپاس از شما و همکارانم وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.